بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضا الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثرا الصدیق الشهید صلاة کثیرة تامه زاکیتا متواصله متواترة مترادفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. با سلام و صلوات بر پیغمبر مهربانی ها و خاندان پاک و برگزیده ایشان و همچنین عرض سلام درود و تسلیت خدمت یکایک شما مؤمنان آغاز میکنیم. آخرین فرصت از فرصت های براستان خورشید که در شب های آخر ماه صفر از بستر شبکه جهانی هادی تیوی تقدیم شما بزرگواران میشد. خوش آمد میگوییم از بارگاه نورانی آقا امام علی ابن موسی رضا علیه السلام. افتخار خدمتگزاری شما عزیزان نصیب من شد. امیدواریم در این خدمتگزاری مانند شبهای قبل سربلند از کار برآییم. در خدمت شما بزرگواران هستیم. به بهانه این شبها از محضر اندیشمند استاد بزرگوار دلسوخته مکتب ائمه معصومین علیهم السلام جناب استاد سجادی استفاده خواهیم کرد و استفاده کردیم و امشب هم در آخرین گام انشاءالله نتیجه خواهیم گرفت در موضوع تأثیر الگوگیری از معصومین علیهم السلام در تکامل انسان. جناب استاد سجادی عزیز سلام علیکم، مجددا تسلیت عرض میکنیم خدمت شما. خوشحالیم که امشب هم توفیق شد در خدمت شما باشیم. علیکم السلام و رحمت الله. منم خوشحالم از این فرصتی که پیش آمد در خدمت شما و بینندگان عزیز شما باشیم. امیدوارم که انشاءالله همه ما و شما و همه عزیزان بیننده مورد عنایت و لطف امام رائف باش انشاءالله. استاد عزیز، در شبهای گذشته از کلام حضرت عالی به نتایج بسیار جالبی رسیدیم از بحث الگوگیری. در واقع الگوها و سرمشقهای درجه یکی که خداوند به عنوان یکی از نعمتهای بسیار عالی و ممتاز خودش به ما انسانها عطا کرده، در واقع شما به صورت بنیادین و اساسی و پایه‌ای از این الگوها گفتید، از اینکه چرا اینها الگو شدند و چرا ما باید از این الگوها پیروی کنیم. امشب در فرصت آخر بنده ترجیح میدم کمتر صحبت کنم و بیشتر عزیزان بیننده به میزبانی برنامه استفاده بکنن از کلام دلنشین شما. در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث رو با این سوال مطرح کنیم، آیا ما اگر از پیامبر و اسرت الگوگیری داشتیم با اون قدرتی که وعده داده میرسیم؟ چون آیه کلمه که ما خواندیم من کان یرید العزه، عزت همون قدرته، فلله العزت جمیع الیه یسعد الکلم الطیب. مؤمنی معتقدی به توحید شانس صعود داره با عمل صالح. خب پس ما دنبالی قدرت هستیم. انسان ضعیف معنیش اینه که توانایی خوره به شکوهایی نرسنده. مؤمن ضعیف نمیتوانه نقش آفرینی کنه. خب دیشب عرض کردیم که پیامبر ما فرمود که ما دنبال این هستیم که به خدا برسیم. در سیره عملیش هم خوندیم که سیره عملی پیامبر رفتن به سوی خدا بود. چرا؟ برای خداوند عزت را با تمام ابعادش داره و هر کی تقربی به خدا بجویه به قدرت میرسه. پس پیامبر
اولین کسی بود بین تمام اهل نعمت که در این میدان و در این مساف نمره ممتاز رو داره و خدا دستور داد که به مردم بگو قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اعلان کن که اگر کسانی میخواهد که به قدرت برسه، به عزت برسه، بیاید به زندگی ما نگاه کنه و زندگی ما را مورد مطالعه قرار بده. که اگر ما این مطالعه را داشتیم، سرمش میگیریم، الگو میگیریم. برای چی؟ برای که ما هم تمام برنامه های ما، حتی خواب ما هم مورد رضایت خداوند باشه، چون بناست که سرمش بلگو بگیریم. و پیامبر سخنی که دیشب مطرح کردیم به صورت عام گفتن اصل رویش ما، اصل حاکم بر زندگی ما این است که هم خودم و هم پیروانم مردم را به سوی خدا بخوانیم. قل ان هذه سبیل، قل هذه سبیل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. پس پیامبر همونجوری که در سیر عملی خو دنبال صعود به سوی خدا بود، الهی کلمات و عمل صالح رفعو، میخواست که خودش تمام کارهایش عمل صالح باشه او رو بالا ببره، همین گونه در صدد است که در رفتارش، در گفتارش به گونه ای به سوی خدا بخوانه که همه پیروانش هم از او سرمش بگیره و پیروانش هم مردم را به سوی خداوند و خوبی ها و عظمت و قدرت بخوانه. پیغمبر چنین مقامی داره، چنین شأنی داره در هستی. و به همین دلیل قرآن می فرماید که من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. پیغمبر چنین قدرتی داره، چنین عظمتی داره. اگر انسان مؤمن، اگر انسان مؤمن توفیق یافت که از بین تمام خوبان بعد از بندگی خداوند به سرمشق گیری از پیامبر رسید و اطاعت کرد پیامبر، اطاعت کرد پیامبر، اینه که در رفتارش الگو بگیره، در گفتارش هم مردم را به اطاعت خداوند دعوت کنه. اگر کسی این کار کرد، این انسان صعود میکنه، قطعا صعود میکنه، تقرب الى الله میجوی، در صراط مستقیم قرار میگیره. این تردید ناپذیره. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه اول که خالص میشه. ببینید بعد این خالص شد، این نفر ملحق میشه به اهل نعمت، اولئک الذین، اولئک مع الذین انعم الله علیهم، اونا ملحق میشه. امکان نداره که انسان در رفتار پیامبر، در گفتار پیامبر با پیامبر تأثی کنه و از پیامبر الگو بگیره و در ما رشد نکنه و سوی خدا نره. خب لذا در زندگی امام رضا علیه السلام حدیث سلسله ذهب رو داریم، بسیار حدیثی معروف که برای مردم صحبت کرد، این حدیث نقل کرد. من دخل حسنی و امن من عذاب، کلمه لا اله الا الله حسنی. توحید قلعه مستحکم من است، هر کی وارد این قلعه شد از عذاب در امان میمونه. بعد پرده را آویخ پایین، باز مردم دیدن پرده را کنار زد، همه فهمیدن که یک سخنی مونده که امام رضا علیه السلام بر زبان جاری کنه و فرمود به شرط ها و شروط و انا من شروط. حدیث ثقلی، برای که اگر ما عترت را، الگوگیری از پیامبر و عترت را نداشته باشیم، تفسیری برای صراط مستقیم نداریم.
سردرگمیم، نمیتوانیم مسیر تقرب را طی کنیم و بپیماییم. پس بنابراین خب ما آمدیم بعد از اطاعت خداوند اطاعت پیامبر کردیم. همین که اطاعت پیامبر کردیم، هم در رفتارش هم در گفتارش خدا خواه شدیم، خداوند یک پاداشی به ما میده. بیرا فاصله او پاداش چیه؟ او پاداش اینه که و اولای که مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. تمام این خوبان، این چهار گروه با عمل صالح سقوط کرده و در مقام برتر قرار گرفته. اگر کسی از امت پیامبر، کسی از مؤمنین اطاعت خدا را پیشه کرد و رفت اطاعت پیامبر را پیشه کرد، به جمع خوبان ملحق میشه و پیوند رفیق میشه با من و حسن اولای که رفیق. این دستاورد کوچکی نیست که ما بگویم خب ما تعصیب پیغمبر کنیم چیکار میشه. طبق این آیه شریفه ما ملحق میشیم با چهار گروهی که گروه ممتاز در تندیشی توحیدی شناخته شده، من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولای که رفیق. این که ما ملحق میشیم، همین که ما رفتیم تأثیب پیامبر کردیم در گفتارش در رفتارش، ما ملحق میشیم. اگر ملحق شدیم، بعضی هم ممکنه اینجوری بگه که خب یکی مربوط به قیامت میشه، رفاقت اونجا برقرار میشه. نه، اینی که ما ملحق میشیم به اهل نعمت و این چهار گروه، درسته اونجا تبارز عینی پیدا میکنه، ولی در شرایطی که ما روی زمین زندگی میکنیم، ما در جنب خوبان و اهل نعمت قرار گرفته. اونا توانایی داره، اونا میتونه عنایت داشته باشه، ما میتونیم توسل داشته باشیم. این برای ما مثل روز روشنه. پس علاوه بر رفاقت در بهشت، عنایت دنیایی هم قطعا نصیب مؤمنی میشه که از پیامبر اطاعت کنه. پس پیامبر چی مقامی داره؟ استاد سجادی بزرگوار، پس بعد از چند جلسه نشستن در محضر شما، ما متوجه شدیم مطلب، فهم مطلب بسیار ساده است، مسیر مستقیم است. بعد از تبعیت از خداوند، تبعیت از رسول، شما می شوید جزء همان کسانی که خداوند در قرآن وعده آنها را داده. البته ما نمی توانیم کاملا 100% خودمان معادل با ائمه و معصومین بگیریم، نه، در صف اونها قرار می گیریم، در صف اونها قرار می گیریم. استاد عزیز، از شما اجازه می خواهیم چند تا شماره تلفن که عزیزان با ما در ارتباط بدن اعلام بکنیم و بایزان اعلام بکنیم که در خلال برنامه که از فرمایشات حضرت استاد استفاده میکنیم، شما میتونید تصاویر زنده از حرم و بارگاه ملکوتی آقای امام علی موسی رضا علیه السلام دریافت بکنید و با چشمانتان از راه دور زائر این بارگاه باشید. مثبت 98-939 چهار شماره آخر 3766 از جمهوری اسلامی ایران، مثبت 93-70 چهار شماره آخر 99-06 از کشور عزیزمان افغانستان، مثبت 98-919-753 سه شماره آخر از جمهوری اسلامی ایران و عزیز دل ما مثبت 92-902 سه شماره آخر 864 از منطقه مرزی افغانستان و پاکستان با برنامه خودشان در ارتباط شدن، تشکر میکنیم، التماس دعا داشتن و ما از اینجا میتونیم نایب زیاره ایشان باشیم و حتما سلام خدمت آقا عرض خواهیم کرد به نیابت از همه بزرگوارانی که با برنامه خودشان در ارتباط شدن. شماره ها زیاد هست، سعی میکنیم در خلال برنامه در بخش دوم هم شماره های دیگری را با نام خودشان و اگر امکانش باشه با صدای خودشان در خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. همچنان در محضر شما هستیم و در کنار بارگاه نورانی آقای امام علی موسی رضا علیه السلام، مبحث بسیار مهم تاثیر الگوگیری از معصومین علیه السلام در تکامل انسان و استاد سجادی عزیز و ارجمند.
استاد در خدمت شما هستم. بر اساس یک توضیح دادیم، این احساس، خود این احساس، اگر ما بصیرت داشته باشیم، اهل علم باشیم، مطالعه داشته باشیم، خود این احساس زندگی ما رو متحول. برای قرآن صراحتا میگه کسی که اطاعت پیغمبر را کرد بعد از اطاعت خداوند، با اهل نعمت همگروه میشود. و این احساس بسیار آموزنده و انگیزه بخش که ما بگم صف ما جدا شد، از صف پیروان شیطان جدا شد، از صف مغضوبین جدا شد، از صف ظالمین جدا شد، در جمع قرار دادیم، قرار گرفتیم که خداوند اونها را اهل نعمت گفتن، گفتن ما با اونها نعمت را کامل دادیم. این احساس به ما انگیزه میده، به ما آرامش روحی میده. و طبعا وقتی که انگیزه داد و آرامش روحی داد، اقتدای ما اوج میگیره، سرمشقگیری ما اوج میگیره، ارتباط ما با پیامبر اسلام شدت پیدا میکنه. وقتی ما پیامبر شدت پیدا کرد، طبعا با اولاد پیامبر و ائمه خدا علیهم السلام هم شدت پیدا میکنه و ما احساسات ما تغییر میکنه، درک ما تغییر میکنه، شعور ما تغییر میکنه و طبعا رفتار ما تغییر میکنه. رفتار ما حرکت در مسیر مستقیم به سوی خداوند میشه. امروز یک پیامبر فرمود که قل ان هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعني. اگر این کار صورت گرفت چی اتفاق میفته؟ آیا ما علائم ظاهری هم پیدا میکنیم که انسان ها ببینه و بفهمه که ما تحول در زندگی ما پیدا شد، در ظاهر زندگی ما، در رفتار ما تحول پیدا شد؟ اینجاست که ما بریم به سراغ آیه 24 سوره حضرت ابراهیم که بازم به کلمه توحید مربوط میشه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء. ما با برکت سیره پیامبر اهل توحید شدیم، به فرمایش امام رضا علیه السلام وارد این دژ و قلعه شدیم، قلعه توحید. از گزند شیطان و شیطان صفتون در امون ماندیم، وسوسه ها دیگر روی ما اثر نکرد و ما مصداق فرمایش پیامبر شو قول ان الصلاة و نسک و محیای و ممات لله رب العالمین تلاش من این باشه، گرچه ما به معصوم نمیرسیم، ولی معنای سرمشقگیری اینه که تمام تلاش های ما این باشه. وقتی میخوابیم ببینیم که خواب ما آیا خواب مورد پسند خداوند هست یا نیست. حتی خواب هم در... حتی بله، چون پیامبر اینجوری بود، محیای و ممات لله رب العالمین هست یا نیست. اگر این کار صورت گرفت، ما با سراغ آیه 21 سوره احزاب میریم. اونو خب در اونجا که وعده دیگر داده، گفته که وقتی که شما توحید رو قبول کردید، به سوی خدا رفتید و عمل الیه یسعد الکلم الطیب، تا کلمه طیب صعود میکنه. ولی با چی؟ با چی بالی؟ با چی پروازی؟ با چی وسیله ای؟ والعمل الصالح يرفعه، عمل صالح رو بالا میبره. وقتی که بالا میبره عمل صالح، آیا سیمای زندگیش تغییر میکنه؟ بله. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه، در همین روی زمین ها، در همین زندگی زمینی، این مثل درختی زیبا. درخت ها متفاوته، مثل درخت زیبایی است که اصلها ثابت، اصل تنه درخت رو میده. تنه این درخت ثابته، چرا؟ چون ریشه داره، بر عقیده توحید استواره، بر اعتقاد به نبوت استواره، بر اعتقاد به معاد استواره. پس این تنه زیبایه، ریشه داره، این تنه را یک طوفانی نمیتواند که از جاش برکنه و بر زمین بزنه.
قلب المؤمن كالجبل الراسخ لا تحركه العواصف. اینا بشارات است برای کسانی که تأثیر و پیامبر کرده در خدا خواهی. این تنه زیبا را هیچ طوفانی نمیتونه که سر جایش تکان بده. اگر کسی دنیا را به او بده بگه تو یک کلمه برخلاف رضایت خداوند بر زبانت جاری کن، اون یک کلمه را بر زبان جاری نمی. حاضره که از شهادت استقبال کنه ولی اون یک کلمه غیر خدایی را بر زبان جاری نمی کنه. خب وقتی که اصل ثابت بود و تنه درخت زیبا بود، شاخه هایش چی میشه؟ فرع ها فی السماء رشد بکنه. ما نمیتونیم که این تعبیر را با بیان الکن خودمون توضیح بده. و فرع ها فی السماء مره بالا و رفع علیک ذکرک. این مؤمن هم مورد تماشا و نگاه بینندگان قرار میگیره، آوازش بالا میره. خب پس از اون چی میشه؟ خب تنه ثابت، قیافه زیبا، ریشه های مستحکم، شاخه های سر به فلک آسمان کشیده شده. مهم اینه که تؤتی اکولها کل حین به اذن ربها. این درخت یعنی این مؤمنی موحدی خب زندگی زیبا داره، رفتار زیبا داره، دلپسند زندگی میکنه، این ثمر میده، بار میده، میوه میده، سود میرسانه در فصل بهار یا تابستان. نه، کل حین به اذن ربها، در تمام لحظات این مؤمن مشغول سودرسانی. آیا خیلی ابهام نداره؟ سودرسانی طبعا برای همه مفهومه. کسی گزند نمیبینه که هیچی، بی تفاوت نمیبینه که بله بی تفاوت نمیبینه، واکنش داره در برابر انسان، در تمام لحظات مشغول سودرسانی به انسان و انسانیت. پس اینی که کلمه توحید با تأثی به پیامبر و زندگی پیامبر و گفتار پیامبر ما را در خودش جای میده، ما خداخواه میشیم، میخوام صعود کنیم الی الله. این صعود ما را تبدیل میکنه، از باب تشبیه ما را شبیه این درخت چنین درختی میسازه. حالا خب ما میتونیم سوال کنیم آیا موحدین، مؤمنین، اهل طاعت، پیروان اهل بیت درباره این مسئله فکر کرده که ما اگر تأثیر به پیغمبر کردیم تأثیر منجر به چی میشه؟ برای چی نتایج میشه؟ استاد جوابی سوال در بخش دوم از شما داشته باشیم. یک استراحتی بفرمایید. عزیزان بیننده هم لطف کنن و میان برنامه ای که در اتاق فرمان ازار ما آماده کردن توجه بفرماین. دقایقی بعد انشاءالله به محضر شما برخواهیم گشت مجدداً از بارگاه ملکوتی آقای امام علی موسی رضا علیه السلام در خدمت استاد سجادی عزیز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب العالمین و یا خیر ناصر و معین. السلام علیک یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله.
ای تو خورشید جان، ای صفای دلم، نام زیبای تو شد صفای دلم. ای که شد مرقدت بر جهانی پناه، می کنی مرده را زنده با یک نگاه. السلام علیک یا رضا جان، 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 السلام ای شهید خراسان، ای پناه دل بی پناهان، السلام ای شهید خراسان، ای پناه دل بی پناهان، ای گل باغ زهرا و حیدر، پاره قلب موسی بن جعفر. السلام علیک یا رضا جان، 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 السلام علیک یا رضا جان. تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسی رضایی، تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسی رضایی، جان زهرا و جان جوادت، جان زهرا و جان جوادت، وقت مردن ز من کن عیادت، وقت مردن ز من کن عیادت. السلام علیک یا رضا جان، 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 السلام علیک یا رضا جان. مصطفی را تو نور دو عینی، حافظ خون سرخ حسینی، مصطفی را تو نور دو عینی، حافظ خون سرخ حسینی. یک نظر کن بر این قلب خسته، یک نظر کن بر این قلب خسته، جان زهرای پهلو شکسته، جان زهرای پهلو شکسته. السلام علیک یا رضا جان، 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 السلام علیک یا رضا جان. میهمانم من از ره رسیدم، میزبانم کن ناامیدم، میهمانم من از ره رسیدم، میزبانم کن ناامیدم، باشد این آخرین آرزویم،
باشد این آخرین آرزویم، قبر جدت حسین را ببینم، قبر جدت حسین را ببینم، قبر جدت حسین را ببینم. السلام علیک یا رضا جان، 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 السلام علیک یا رضا جان. تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسر رضایی، تو جگر گوشه مرتضایی، تو علی ابن موسر رضایی. جان زهرا و جان جوادت، جان زهرا و جان جوادت، وقت مردن زمن کن عیادت، وقت مردن زمن کن عیادت، وقت مردن زمن کن عیادت. السلام علیک یا رضا جان، 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 السلام علیک یا رضا جان. مصطفی را تو نور دو عینی، حافظ خون سرخ حسینی. مصطفی را تو نور دو عینی، حافظ خون سرخ حسینی. یک نظر کن بر این قلب خسته، یک نظر کن بر این قلب خسته، جان زهرای پهلو شکسته، جان زهرای پهلو شکسته. السلام علیک یا رضا جان، 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 السلام علیک یا رضا جان. ای خدا، روزهای دشواری است، غم گرفته تمام دنیا را، ما به سویت پناه آوردیم، جان مهدی نگاه کن ما را. سربزیر آمدیم و شرمنده، ناله و اشک و آه آوردیم، ای طبیب همه مریضی ها، سرطان گناه آوردیم. بین آشفتگی این عالم خواستی تا که امتحان بشویم، ما ولی آمدیم اینجا که بیمه صاحب الزمان بشویم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. عرض سلام، تسلیت مجدد خدمت یکایک شما بزرگواران. سعی کردیم در این شبهای آخر ماه صفر میزبانی، هرچند با امکاناتی کم، ولی میزبانی باشیم برای شما بزرگواران، تا اگر نمیتوانید با پای جسم و تن در این بارگاه حضور داشته باشید، با پای دل، با چشمانی اشکبار زائر این بارگاه باشید. عزیزانی که از راه دور برای برنامه خودشان پیام دادن، مادر پیری که از کشور پاکستان هموطن عزیزمان پیام دادن، گفتن ما شاید نتانیم زائر این بارگاه باشیم، ولی شما به جای ما سلامی عرض بکنید. سلامی که عرض کردم به نیابت همه بزرگوارانی باشه که دوست داشتن در این لحظه در اینجا باشند، ولی
توفیقی برای ماست که به نیابت ایشان بتوانیم سلامی عرض بکنیم. مثبت 92 310 4 شماره آخر 12 16 مادر عزیزمان، هموطن عزیزمان از کشور پاکستان، همچنین بزرگوارانی از کشور جمهوری اسلامی ایران با شماره مثبت 98 933 4 شماره آخر 92 23 عزیز دلمان، مثبت 93 77 4 شماره آخر 75 64 از کشور عزیزمان افغانستان و بزرگواران بسیار زیادی که از جای جای این کره خاکی برای برنامه خودشان بر پیام فرستادن، پیام های صوتی تصویری و سوالاتی که بالاخره عزیزان دل ما سعی کردن سوالات جواب بدن، اگر التماس دعایی بود ما به جای اینها سلامی عرض بکنیم و همچنین همه کسانی که انتقادی داشتن، پیشنهادی داشتن تشکر میکنیم. در این شبها ما را همراهی کردید و در دقایق آخر برنامه، در بخش دوم برنامه امشب، در خدمت جناب استاد سجادی عزیز میخواهیم از فرمایشات ایشان نتایج بگیریم که انشاءالله در زندگی هامان مورد استفاده قرار بدیم. استاد عزیز سلام علیکم، مجددا تسلیت ارسلام. و علیکم السلام و رحمت الله. خدا انشاءالله که به عظمت ائمه هدا پیامبر اسلام و فرزندان معصومش به گرفتاری های مؤمنین عنایت داشته باشه و همه انشاءالله که به آسایشی برسه، به راحتی برسه، به نجات برسه، به فرجی برسه انشاءالله. قصد کنیم جناب آقای ناصری، این تمثیلی که قرآن زد و مؤمنی که با تعصیب پیامبر خدا خواه شده چنین رشدی داره، دبن این سوال مطرح میشه که خب این رشد را کی به وجود میاره؟ آیا جز خود انسان کسی دیگری میتونه هدیه بدیه؟ نه. لذا خب میوتی الله و رسول، اطاعت خدا و پیامبر با اراده خود انسان. خب این اراده چگونه به وجود میاید؟ و ما درباره تأکید بر مطالعه سیره پیامبر خب تکرار کردیم و طبعا وقتی مسئله سیره شناسی مطرح میشه، کتاب هایی وجود داره که هر کس میتونه مطالعه کنه بفهمه و بعدم تصمیم بگیره که با گفته های پیامبر، به هدایت های پیامبر عمل کنه و سرمشق برس پیامبر. خب اطاعت از خدا یعنی چی؟ ببینید اطاعت از خدا آشنایی با قرآن و عملی با قرآن. خب یه درخت بالا میره و خداوند میفرماید که قرآن هم حبل الله هست، در روایت حبل الله هست و اعتصموا بحبل الله جمیعا. این ریسمان خدا وسیله بالا رفتنه. خدا در اختیار ما قرار داده که از این ریسمان، اینم تشبیه، از این ریسمان بگیریم. حالا که در جامعه یک نفر دو نفر بشه گفت نه، و اعتصموا، همه شما مسلمان ها از این ریسمان بگیریم، این ریسمان ظرفیت داره، جمیعاً ولا تفرق و پراکنده نشید. اگر این آیه را ما صادقانه میخوانیم، ما این مسلمان آیا تصدیق میکنیم که الان ما معتصمیم به حبل الله؟ حبل الله میگه که همدیگر را حتی فوش ندین، اذیت نکنین، غیبت نکنین، سویزن نداشته باشین، مال هم دیگر را محترم بشماری، جان هم دیگر را محترم بشماری، ناموس هم دیگر را محترم بشماری. آیا واقعا ما این گناه هستیم؟ اگر نیستیم پس ما چرا این تصمیم خطرناک را گرفته ایم که یه اعتصام به قرآن نداشته باشیم؟ درسته همین قرآن اقیم الصلاة هم داره، ولی در کنار اقیم الصلاة آت زکات هم داره و آت المال على حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هم داره. اعتصام قرآن اینه که ما بریم قرآن را بدانیم، پیامهاش را که
حالا اقلا همون پیام ظاهریش رو میفهمیم و آت المال علی حب ذوی القربا و الیتامی رو هم ظاهرش ما میفهمیم. فقیر کم وجود داره، یتیم کم وجود داره، مسکین کم وجود داره، پرآوان وجود داره. آیا ما فقر زدایی جز برنامه های اصلی زندگی ما قرار گرفته؟ نه. مشکل کجاست؟ برای اینکه ما تصمیمی بر اعتصام نداریم. چرا نداریم؟ دلیلش یک چیزه. ما سوره حمد که صحبت با خدا در نماز، هنوز برنامه قطعی و جدی و 100% نگرفته ایم که موقع آموزش نماز ترجمه کلمات سوره حمد و سوره توحید را یا سوره دیگر را آموزش بدیم برای فرزندانیم. چی رسه با قرآن؟ درسته که مفسرین احتمال داده که شکایتی و قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجور. خب بعضی ها گفته شاید شکایت پیامبر در دنیا باشه، ولی بسیاری گفته نه، این شکایت مربوطی به قیامت میشه. در دنیا پیامبر دعا میکرد اهد قوم فنهم لا یعلمون، ولی دعاش رو کرد، ولی امت تصمیم نگرفت. امت آمد فرزندش امام رضا علیه السلام رو به زمین شهادت فراهم کرد. ما از کنار مصائب ائمه علیهم السلام زود رد میشیم. تدبر و تأمل نمی کنیم. بدون این که ما با نگرانی، با تشویش، با استراب از این که این شکایت مربوط به قیامت باشه و ما را هم شامل بشه، بریم به سراغ اعتصام به قرآن، آموزش فهم و عملی به قرآن را همگانی کنیم. خوش نشون که ما یه سند مثلا فرض کن لیسانس گرفتیم بر اساس آموزش هایی که از غرب به سوی ما آمده، از توحید توهیه، 100% از توحید توهیه. ما چرا نتونستیم که این آموزش ها را عجین کنیم، بیاییم در کنار علوم تجربی توحید و اعتصام به قرآن را هم به گونه آموزش بدیم که اگر این دانشجوی ما پزشک شد، انسان را نکشه برای پول به دست بیاره، بلکه انسان را زنده کنه. پس ما این که گفتیم که خب اطاعت خدا و پیامبر این پیامد رو داره ما رو بزرگ میکنه، قدرتمند میسازن، این آغاز سخن. آیا ما از امشب میتونیم تصمیم بگیریم که اعتصام به قرآن داشته باشیم؟ خواندنش مشکل حل نمیکنه. تمام خوارج قرآن خوان بودن، حافظ قرآن هم بودن، اما آمدن امام علی را که قرآن ناطق بود به شهادت رسوندن. استاد، در واقع عاشورا کسانی که در مقابل حضرت امام حسین علیه السلام ایستادند و آن اتفاق بسیار هولناک در تاریخ اتفاق افتاد، آنها اکثرا قاری قرآن بودند. بله، اونها قاری قرآن بودند و حرکتشون را برای شهادت ابی عبدالله گفتند در بهشت برایشون بازه. نتیجه چرا این کار کردن؟ برای که با قرآن اعتصام نداشتن. پس ما بیاییم حدیث ثقلین را همه حفظ کنیم و بگیم که به هر دو تا وزنه گرانبها اعتصام داشته باشه، هم با قرآن هم با عترت، و در رأس عترت پیامبر اسلام قرار داره. همونجوری که سیره پیامبر را مطالعه میکنیم، اون سیمان با قرآن هم بر مبنای فهم معنای آیات باشه و مطمئن باشیم که هر آیه را که ظاهرش میفهمیم باطن هم داره. تا روزی که زنده ایم میتونیم تدبر داشته باشیم و آشناییمون با معارف قرآن رو به افزایش باشه. اگر ما فهم قرآن را، تعلیم معانی آیات را با یک برنامه آموزشش را همگانی نکنیم، اعتصام معنا نداره. وقتی اعتصام معنا نداشت، پس
نمیتونیم ما رشد کنیم که شجره طیبه اصلها ثابت و فرع اصلها چطوری رشد کنیم؟ غذا از غذا استفاده نمیتونیم. زندگی من با وسوسه های شیطان پوشش پیدا میکنه، زندگی من شیطانیه. ولی خب امیدوارم هستم که ما با اهل نعمت ملحق شویم، رفیق اونها باشیم، درستگار هم بشیم. شدنی نیست، شدنی نیست. استاد، در شبهای اولی که در این استودیو در کنار حرم امام‌زاده علیه السلام در خدمت شما بودیم، عزیزان هم اگر همراه برنامه بودن حتما یادشان هست که حضرت عالی به آیه بسیار مهمی و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اشاره کردید و در معنایی که از عبادت داشتید این معنا رو فقط اعمال ظاهر عبادی، اعمالی که ظاهر عبادی دارن معنی نکردید. در واقع شما گفتید، برای ما تبیین فرمودید که در لحظه لحظه زندگی ما، هر جا که ما سمت و سوی الهی داریم، در واقع ما به صعود خواهیم رسید. طبق نتایج بسیار ساده اگر ما بخوایم از مطالب این چند شب شما نتیجه گیری بکنیم، در واقع این همان فرمایشات اخیر شما خواهد شد و در واقع اعتصام به قرآن از نمونه های این سمت سوی الهی در همه زمینه های زندگی خواهد بود. استاد اجازه بدید یک عزیز ما همی در همین اسنای برنامه یک پیام میدادن، ما پیامشان رو بخوانیم و در خدمتشون خواهیم بود. مثبت 93 77، مثبت 93 70، چهارشماری آخر 39 31، هموطن ما از افغانستان پیام دادن و التماس دعا داشتن و همچنین حلول ماه خروج ماه سفر و حلول ماه ربیع الاول رو در واقع تبریک گفتن. ما هم به ایشان سلام عرض میکنیم و تشکر میکنیم از ارتباطی که با برنامه خودشان داشتن. استاد عزیز، دقایق آخر برنامه هست و ما میخواییم که از فرصتی که در این شب ما همچنان حدوداً 7 دقیقه عزیزان اشاره میکنن در خدمت شما هستیم، بیشتر استفاده بکنیم و به نتیجه گیری برسیم که انشالله از امشب همه ما بنده و همه عزیزانی که برنامه را نگاه میکنن با نگاه دیگر به قرآن و اهل بیت انشالله به عنوان الگوهای خودمان در زندگی نگاه بکنیم. در خدمت شما هستیم. ببینید، نتیجه گیری در واقع به گونه این نتیجه گیری هم مورد اشاره قرار گرفت. بله ما میخواییم که رشدی نامتناهی داشته باشیم، یعنی قدرت نامتناهی داشته. لا تحرکه العواصف. ما با 100 دلار رشوت دین رو فراموش میکنیم، تکون میخوریم، جا به جا میشیم. خب ما بیاییم پس بنابراین آموزش قرآن را که تغذیم توسط اون صورت میگیره، فهم معانی آیات رو هماهنگ کنیم و این نمیشه جز با آموزش ادبیات عربی. آموزش ادبیات عربی رو هماهنگ بسازیم، مطالعه سیره پیامبر و عترت رو هماهنگ بسازیم. اینا همه تمام با امتحان باشه تا ما رشد کنیم. اگر رشد کردیم، زندگی فردی ما زیبا میشه. همون لحظه یک ما این تصمیم رو میگیریم، وارد عمل میشیم، زندگی ما هم رو به زیبا شدن پیش میره. زندگی اجتماعی ما زیبا میشه، همدیگر آزاری از بین میره. خب همدیگر آزاری که از بین رفت، خب زمینه برای تعاون به وجود میاد. تعاون علی البر و تقوا. اگر تعاون اینجوری زمینه رشد فراهم شد، انسان ها تربیت شد، آیا ما احتمال نمیدیم که زمینه همگانی شدن عدالت فراهم میشه؟ امکان نداره که همه معانی آیات را بفهمه و هر روز آیات را بخونه و انگیزه ستم در وجودش کاهش پیدا نکنه و تضعیف نشه. قطعا تضعیف نشه. پس بنابراین این تصمیم ها را بگیریم، این تصمیم ها را بگیریم و مباحثی از این قبیل در مساجد، تکایا، با میزگیرد، با کنفرانس، با سیمینار باید باز شود، شفاف شود. و بیاد زندگی عطرت که میفتیم، این نکته را بیاد بیاریم
که اطرت که هر یکی در سهم خودش با مظلومیت به شهادت رسیده، برای چی به شهادت رسیده؟ برای اینکه میخواست قرآن مظلومیت نجات پیدا کنه و مسلمان در مسیر رشد و تکامل و تصاعد قرار بگیره. ولی دشمنان دین و نوکران شیطان نمیتوانستن که این را ببینه، لذا زمینه ای شهادت اینها را فراهم میکرده با دسیسه. کربلا را اونگونه به وجود آورد به صورت عریان و برهنه. ولی غافل از این که این کربلایی که به وجود میایه شعلهی میشه برای سوزندن باطل تا روز قیامت. استاد دو دقیقه وقت داری. خب در سایر ائمه هم اینجوریه. امام رضا را خواستن بیارن خراسان، چرا جمع کرد خانوادش گفت برام گریه کنید؟ راوی میگه که با پیامبر خداحافظی میکرد، میومد تمید در میدار بازم بر میداشت، اشکوهش جاری بود. بله امام رضا را آوردن در خراسان، در مظلومانه به شهادت رسندن. وقتی که از کاخ هارون رشید بیرون شد، حالی را رفتن نداشت امام رضا. 50 بار تا خانه و محل سکونت نشست و برخاست، در خانه را بست. ناگهان دیدن، اون نگهبان دیدن که جوانی وارد خانه شد، اون فرزند بزرگوارش بود. خواست در لحظه مرگ بیاد سر پدر بر دامن بود، اما دلها بسوزد به ابی عبدالله علیه السلام که وقت شهادت کسی نبود سرش را بردار روی دامنش بگذارم، مقدار خاک کربلا را جمع کرد و سر روی خاک کربلا. کسی نیامد ولی آمد شمر، آمد تا سر ابی عبدالله را از بدنش جدا کند. موقعی بود که زینب کبرا علیه سلام الله علیها نیز طرف قتلگاه آمد، رو بروی شمر نشست، شاهد این صحنه بود. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. استاد خدا خیرتان بده. دعای ما شما همون دعای همیشگیه. ما اگر ناکامیم، اگر ضعیفیم، اگر سقوط کرده ایم، برای اینه که ما اعتصامی به قرآن نداریم و به زندگی پیامبر و خاندان پیامبر اعتصام نداریم. پس در چنین شبهای از خدا این رو بخواییم که توفیق بده که ما زندگی ما شبیه زندگی پیامبر و آل پیامبر باشه و مرگ ما هم شبیه مرگ پیامبر و آل پیامبر باشه. اللهم اجعل محیانا محیا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم بسیار تشکر است. مثبت 92 300 4 شماره آخر 4906. عزیز دل ما از پاکستان، آخرین وظیفه‌ای که بنده در این شب انجام دادم، زیارت انشاءالله خواهیم کرد به نیابت این عزیز و همه بزرگوارانی که با برنامه خودشان در ارتباط شدند. تشکر میکنیم از همه عزیزان فنی ما که در این شبها بسیار تلاش کردند تا این ارتباط، تا این ارتباط معنوی از این بارگاه نورانی برقرار شود. از همه شما عزیزان هم تشکر میکنیم و برنامه را به پایان میبریم با این شعر: آمدم ای شاه پناهم بده، خط امانی ز گناهم بده.